دادگاهی در بحرین حکم سلب تابعیت ده ها تن از شیعیان این کشور را لغو کرد به گزارش شیعه ویوز به نقل از خبرگزاری فرانسه یک منبع قضایی در بحرین اعلام کرد دادگاه عالی تجدید نظر این کشور حکم سلب تابعیت 92 تن از مجموعه 138 شهروند شیعه که در ماه آوریل گذشته به اتهام تشکیل حزب سیاسی به زندان و سلب تابعیت محکوم شده بودند را لغو کرده است بر اساس این گزارش دادگاه تجدید نظر بحرین با این حال حکم زندان صادر شده در حق تمامی 138 نفر مذکور را تایید کرد و در نتیجه آنها باید برای تعیین تکلیف خود منتظر صدور حکم نهایی از سوی دادگاه فرجام خواهی بمانند. پیشتر یک دادگاه بدوی ضمن صدور حکم سلب تابعیت از این گروه 138 نفره 69 تن از آنها را به حبس ابد، 39 تن را به 10 سال زندان، 23 تن را به 7 سال زندان، یک نفر را به 5 سال زندان و 6 تن دیگر را به 3 سال زندان محکوم کرده است. سرکوب ها در بهنین از وقتی شدت گرفت که شهروندان شیعه این کشور که اکثریت قاطع جمعیت آن را تشکیل می دهند خواستار برابری حقوق اجتماعی خود شدند.